Uh, assalamu alaikum most welcome to spoken english at home youtube channel uh, today i would like to explain another very important tense which is in fact one of the advanced tense so let's jump and start uh, that the, the grammar so present perfect progressive tense present perfect progressive tense تعریف و جمله سازی با زمان حال کامل جاری فراموش نشود که این زمان ها مربوط کسایی میشه که یک مقدار انگلیسی خوانده باشه یا شکل ادوانس انگلیسی یاد داشته باشه یا هم متوسط باشه برای کسایی که ابتدای انگلیسی میخوانه بر از اونا توصیه نمیشه میرم تعریف میبینیم Definition of present perfect progressive tense Definition of present perfect progressive tense. It is used to show an action that started in the past and continues up to the present, may or may not continue in the future. It usually emphasizes duration or the amount of time that an action has been taking place. Zamane Hale kamile jari. یک عملی را نشان می دهد که در گذشته شروع شده و شروع شده و الا اکنون و الا اکنون ادامه دارد ممکن در آینده دوام داشته باشد یا نداشته باشد یا خیر این زمان معمولا بالای جریان عمل یا مدت زمان یک عمل تاکید دارد خب اه به شکل فشرده گفته میتونیم که زمان حال کامل جاری در اصل یک عمل را نشان میته که در گذشته شروع شده و تا هنوز ادامه پیدا کرده و وقفه نیامده وقفه نداشته اگر وقفه داشته باشه او مربوط زمان حال کامل میشه امی که بدون وقفه جریان داشته بوده تا هنوز ای مربوط زمان حال کامل جاری میشه به شکل فشرده و اساسی اینا به طور مثال به با, مثال با اگزمپل میبینیم I have been teaching English for two years I have been teaching English for two years اگر آمیانه ای را ترجمه کنیم میگیم دو سال میشه که من انگلیسی تدریس میکنم یعنی در مدت دو سال کدام وقفی بین تدریس زبان انگلیسی که ما اجرا کردیم نیامده یا دومیش she has been teaching English since November 2021 ایتور آمیانه که را ترجمه کنیم ایتور معنا میته که او دختر خانم از نوامبر 2021 تا حالا انگلیسی تدریس میکنه ممکن در آینده ادامه پیدا کنه یا ممکن هم توقف بیافه امیدوار هستم که تعریفش یاد گرفته باشین now let's jump to the structure and let's go and see how can we make the sentences. خب چنانچه که شما میبینین affirmative statement یا بیانیه مثبت. دهی این استرکچر بسیار مهم است که ما باید سبجکت در ابتدا استفاده کنیم بعد از او از هف یا هس استفاده کنیم بعد از او از بن کار بگیریم بعد از او فیلی آینجی را فراموش نکنیم و بعد از او کمپلمند یا تکمیل کننده جمله را ای است استرکچر یا ساختار جمله سازی بر بیانیه مثبت زمان حال کامل جاری این ایجا باز میبینیم در جدول هم اینه سبجکت ها است آی وی یو دی هی یا هس است برای آی وی یو دی هف استفاده میشه برای هی شی اید هس استفاده میشه چون اینا یکی یکی میباشن باید حس گرفته شوه و اینا به حساب جمع میاین باید بر از اینا حف گرفته شوه بین به کلشان یکسان است هیچ تفاوتی نداره فیلیا یا انجدار در کلشان یکسان است کدام تفاوتی نمی آید تکمیل کنینده جمله هم این ما نوشته کردیم تکمیل کنینده جمله خود یکی دو مثال از اینجا به خانش میگیرم به طور مثال I have been working here for two years <coughs> I have been working here for two years. دو سال میشه که من اینجا کار میکنم. یا مدت دو سال است که من اینجا وظیفه دارم و به وقفه کار کردیم. ایتو مانو You have been working here for two years. دو سال میشه شود که شما اینجا کار میکنیم. میایم یکی مثال از اینجا میبینیم. He has been working here for two years. دو سال میشه که او مرد در اینجا کار میکنه. or she has been working here for two years دو سال است که او دختر خانم در اینجا کار میکنه ای بود جمله سازی در بیانیه مثبت و هرگاه سوالی داشتین نظریات داشتین حتما در بخش کامنت امرای ما شریک بسازید میایم در بیانیه منفی در بیانیه منفی کدام کاری خارق العاده ما انجام نمیدیم. تنها کاری که میکنیم بعد از هف و هست یک نات در استرکچر یا ساختار جمله اضافه میشه دیگه عین جمله از تنها نات اضافه شده و فراموش ما هم نشوه که کوتای هف نات هفنت میشه کوتای هف نات چی میشه؟ هفنت من میخوایم مثالا را برای شما به خانش بگیرم اول میبینیم اینیا کلش به نام خاندان سبجکت است ای کلش هف یا هست یعنی به آی وی یو دی هفت می آید به هیشی ایت هست می آید بعد از اون نات مشترک است به همه از اینا بن مشترک است به همه گی یا انجدار باید در کلش بگیره و کمپلمنت یا تکمیل کننده جمله هم آمده حالا یکی دو مثال به خانش می گیرم مثلا We have not been working here for two years We haven't been working here for two years دو سال نمیشه که ما اینجا کار می You haven't or you have not been working here for two years. دو سال نمیشه که شما اینجا کار میکنید. یا هم she has not been working here for two years. She hasn't been working here for two years. او دو سال نمیشه. او دختر خانم دو سال نمیشه که اینجا کار میکنه. بیشتر میگفتیم دو سال میشه یا دو سال میشود. حالا میگیم نمیشود. اینمی کلمه نمیشود از کجا شده؟ اینه علاوه کردن نات اموره ارائه کرده یا مفهوم داره میریم میبینیم که چطور میشه با این زمان سوالیه ساخت. البته این سوالیه ها بیشتر به نام یسم شهرت داره خب به این سوالیه ها چی کار باید بکنیم؟ مثل همیشه آگزلری ورب ما که هفت یا حس هست هست ایره در سر جمله میاریم بعد از او ما هست بعد از او بین خودش میاریم بعد از او فعل آینجی دار ما می تکمیل کنینده جمله ما و در زبان نوشتاری علامه سوالیه را فراموش لطفا نکنید این هفت سر جمله آوردم هفت they been working here for two years? آیا دو سال میشه که آنها اینجا کار میکنن؟ یا مثلا Have you been working here for two years? آیا دو سال میشود که شما اینجا کار میکنین؟ یا به طور مثال Has she been working here for two years? آیا دو سال می شود که او دختر خانم اینجا کار می کند؟ اینا هم بود به شکل سوالیه. فراموش نکنیم وقتی که سوالی های ما هفت یا هست سر جمله آمد اینا بیشتر شهرت به یسنو yes, داره و جواب از چه قسم میشه به طور مثال Have you been working here for two years? آیا دو سال می شود که شما اینجا کار میکنین؟ Yes, I have been. No, I haven't been. No, I haven't یا Yes, I have been ایره فراموش لطفا نکنید میره میبینیم یک چند مثال با سوالات معلوماتی یا WH Word یا Information Questions میبینیم که چطور سوالیه های معلوماتی به ایجور کنیم Where have you been working since January 2023؟ Where have you been working since January 2023? از ماه جنوری 2023 به بعد تا اکنون شما در کجا کار میکنید؟ یعنی وقفه نیامده باشه. چی میگه؟ I have been working in the bank. I have been working in the bank. من در بانک کار میکنم. What has he been doing for five years? What has he been doing for five years? برای پنج سال او آقا چی کار کرده؟ He has been working as a teller in the bank. He has been working as a teller in the bank. او من حیثی کارمند خدمات مشتریان در بانک کار کرده Who has been teaching English for two years? Who has been teaching English for two years? برای مدت دو سال کی انگلیسی تدریس کرده؟ My younger brother has been teaching English. My younger brother has been teaching English. برادر ما مدت دو سال انگلیسی تدریس کرده. How long have they been learning English? How long have they been learning English? آنها چه مدت زمان میشوند که انگلیسی می They have been learning English for three years. They have been learning English for 3 years. آنها سه سال میشوند که انگلیسی می Why have you been living in India for two years? Why have you been living in India for two years? We have been living in India as refugees. We have been living in India as refugees. So I hope uh, this explanation helped you to. Uh, improve your grammar knowledge and, and understanding so if you are interested and i'm sure that you are interested to learn more about uh, grammatical point started from zero up to advanced so you can join us you can um, subscribe our youtube channel also you can join our uh, uh, facebook group so uh, which uh, usually contains uh, um, the news words. Moreover, you can like or follow our spoken English at home uh, Facebook page, which is full of uh, information about how to um, speed up your English and also how to improve your English uh, ability and skills. See you soon.